سلام و صد سلام خدمت شما مردم خبری های عزیز، هر جای ایران که هستید به اینجا به استدیو پارسا خوش اومدید در این چهارشنبه گرم که امیدوارم زندگیتونم به همین گرمای هوا باشه. با من همراه باشید با عکس های خبری از چهار گوشه جهان که براتون آوردم در این بسته خبری. برای اولین عکس خبری بریم سراغ، البته فکر میکنم عکسو بله، عکس اولمون یک پوستر هستش به نام وصله ناجور. این پوستر به مناسبت 9 مرداد سال روز کشتار حجاج ایرانی به دست رژیم خبیث آل سعود هست که امروز در فضای مجازی و شبکه های پیام رسان منتشر شد و بازنشر شد و کشتاری که در سال 1366 اتفاق افتاد. مرحوم حسین آهی رو در تصویر میبینید که بعد از مدت‌ها تحمل رنج بیماری دیروز بعد از ظهر به رحمت ایزدی پیوست و نقاب در خاک کشید. روحشون قرین رحمت الهی باشه این شاعر و پیشکسوت رادیوی کشورمون. بریم انگلستان. نخست وزیر انگلیس بوریس جانسون در اولین سفرش بعد از اینکه حکم نخست وزیریش رو گرفته به اسکاتلند رفته و در سردی پیشواز مردم و مسئولین در این منطقه مواجه شده. عکس هایی از این سردی رو براتون آوردم. بله، این هم خلوتی خیابان ها و کمرنگ بودن مسئولین. بریم فرانسه. یک سری عکس از بزرگترین رودخانه فرانسه لوار در غرب این کشور بارگذاری شده که نشان از خشکسالی شدید از این رودخانه رو نشون میده و خلاصه گرمای هوا که در تمام جهان باعث خشک شدن بسیاری از رودخانه ها شده. این هم رودخانه لوار در فرانسه. خب، بسیاری از هتل ها رو ستاره هاشون به خاطر امکانات رفاهیشون تعیین میکنن. این بار یک عکس هایی رو از هتل هایی براتون آوردم که عجیب و غریب بودن اونها این زیبایی رو بهشون داده. عکس هایی که در تصویر میبینید شاید خیلی از این هتل ها رو نتونیم بریم، ولی در عکس و مکس همراه با بهناز قدسی این هتل های زیبا رو میبینیم و لذت میبریم. این هم از هتل های عجیب و غریب در گوشه کنار جهان. و اما ببرمتون یک جایی که شاید بسیاری از شما و البته خودم تا حالا اسمی از اون رو نشنیدیم. در جایی که مشاهده می‌فرمایید یکی از زیر مجموعه های دانشگاه علوم پزشکی ایران هستش به نام بانک مغز ایران. بله، در این مرکز کارهای تحقیقاتی بر روی سیستم عصبی انجام میشه. خب بریم سراغ عکس های بعدی. سال قبل یعنی پارسال 3745 نفر در سراسر کشور بر اثر رانندگی با موتور فوت کردند و از این تعداد بیشترین آمار مربوط به تهران بوده و خلاصه آوردم عکس هایی براتون که نه به وانت و حمل کالا به صورت خطرناک با موتور. خب بریم سراغ عکس های فضای مجازی که دیروز خبرساز بوده. اولیش متعلق هست به نماینده مجلس آقای فرمند، نماینده میانه، که دیروز با این کیسه که دستشون بود خبرساز شدن و مردم گفتن ایشون خربوزه تو دستشه. بعدم ایشون جواب دادن، گفتن که این خربوزه نیست و به خاطر رژیمی که دارن این وسط های کاهو رو از آشپزخانه خلاصه سلف مجلس میگیرن و به خاطر رژیم خاصشون این وسط های کاهو رو میل میکنن، چون هم آبش زیاده و خلاصه هم به رژیمشون بیشتر میخوره. این هم عکس و پاسخگویی وزیر نماینده مجلس. خب بریم یک آگهی ببینیم. این بار یک آگهی بسیار جالب. آگهی چی هستش؟ گفته هرچی فرزندتون بیشتر باشه تخفیفی که بهتون میدن بیشتره. این منزل، این آپارتمان که در مجیدیه هستش، صاحبش گفتن که هرچی تعداد بچهتون بیشتر باشه خلاصه بهتون بیشتر تخفیف میدم و اگر که 10 تا بچه داشته باشید 100% تخفیف بهتون تعلق میگیره. اینم از یه آگهی بسیار جالب. خب بریم عکس رو ذره نگاه بکنیم. چی فکر میکنید هست؟ یک عکس کاملا زیرخاکی به زمان تیمور لنگ میخوره. این نوشته یک نامه ای هستش از تیمور لنگ به پادشاه فرانسه و در این نامه از پادشاه فرانسه خواسته که باید بازرگانان بین دو کشور رفت آمد کنند تا باعث شکوفایی اقتصاد ایران و
فرانسه بشه. خب بریم ژاپن و ایشون که واقعا باید بگین الان بهتون میگم چرا میگم ایشون. ایشونو که در تصویر میبینید 16000 دلار قیمتشونه و البته که یک طالبی هست به نام یوباری در ژاپن. این یوباری با قیمت هر کدوم 16000 دلار فروش میشه. خب آخرین عکس امروز عکس و مکس رسیدیم و اون هم اینکه تپسی با یک دسته گل و یک کارت از اسنپ تشکر کرده بعد از اینکه در چند روز اخیر اسنپ اقدام به خلاصه این کرده بود که چند تا از راننده های تپسی رو از اون شرکت جدا کنه. تپسی به جای هیاهو و ناراحتی یک دسته گل و کارت پستال به اسنپ فرستاده و گفته که این اقدام شما نشون میده که کار ما خیلی خوب بوده. خب به پایان عکس و مکس امروز رسیدیم. امروز چهارشنبه در آخرین بخش لایو مردم خبر من بهناز قدسی همراه شما خوبان بودم. بخش آفلاین ما رو در فضای مجازی با هشتگ مردم خبر دنبال کنید. بدرود تا درود دیگر.